سلام، امروز میخوایم به بررسی یکی از مهره‌های نظام بپردازیم، زنی علیه زنان و حقوق زنان. تنها زنی که در دستگاه مردسالار آخوندی به وزارت رسید، مرثیه وحید دستچردی. مرثیه وحید دستچردی در خانواده اصفهانی متولد شد. وی در سال 1354 در 16 سالگی تحصیلاتش را در رشته پزشکی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد و در سال 1362 به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل شد. در سال 1367 بورد تخصصی خود را در رشته جراحی زنان و زایمان از همین دانشگاه دریافت کرد. سپس طرح خدمت خود را به مدت 2 سال به عنوان متخصص در همین رشته در بیمارستان امیرالمومنین شهرستان گراش فارس گذران. مرثیه وحید دستچردی 2 دوره متوالی، یعنی دوره‌های 4 و 5 مجلس نظام، عضو مجلس بوده، یعنی بین سال‌های 71 تا 79. علاوه بر این، مرثیه وحید دستچردی مدیر روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران هم بوده. و اما مهمترین منصبش یعنی وزارت. احمدی نژاد تو دوره دوم ریاستش در نظام 3 وزیر زن تو کابینش معرفی کرد که همون موقع خیلی سر و صدا کرد. 2 تاشون رأی اعتماد نگرفتن و این سومی، یعنی مرثیه دستچردی، رأی اعتماد مجلسی که خودش 2 دوره عضوش بوده رو گرفت و به صندلی وزارت تکیه زد. اون موقع توازن آرایش اینطوری بود: 175 رأی موافق، 29 رأی ممتنع و 82 رأی مخالف از مجموع 286 رأی. در دوران وزارتش بالا و پایینی‌های زیادی داشت و اظهار نظرهای مختلفی کرد. خیلی‌ها فکر می‌کردن که حضور یک زن تو کابینه احمدی نژاد راه رو برای استیفای حقوق زنان باز می‌کنه. اما زهی خیال باطل. به نوشته گاردین، اون یکی از افرادی بود که با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده. این جمله رو دوباره تکرار میکنم: مخالفت مرثیه وحید دستچردی با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امهای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. واقعا جای تعجب داره. این چه مدل زنیه که با این طرح مخالفت میکنه؟ آیا میشه از چنین زنی انتظار اینو داشت که قدمی در راستای حقوق زنان در ایران برداره؟ پاسخ منفیه. خیلی ها بر این باورن که معرفی وزرای زن در کابینه احمدی نژاد حکم یک مسکن برای قیام در اون زمان رو داشت و احمدی نژاد به این شیوه میخواست خشم و عصیانی زنان میهنمون رو کنترل کنه و اون رو مهار کنه. هرچند که زنان انقلابی در قیام 88 نشون دادن که فریب این دجالگری ها رو نمیخورن و به دنبال تمام حقوق ضایع شدهشون هستن. خب البته این وزیر زن از همون ابتدا با زمزمه های برکناری مواجه شد که خودش داستانی داره. یکی از افتضاحاتی که در دوره وزارت وحید دستچردی رخ داد، تقلب گسترده در آزمون دستیاری پزشکی بود. این رسوایی خیلی بالا گرفت. پزشکان زیادی دست به اعتراض زدند و جنجال درباره فروش سوالات آزمون دستیاری پزشکی 37مین دوره این آزمون که در 29 بهمن سال 88 برگزار شده بود بالا گرفت، طوری که مرثیه دستچردی مجبور به ابطال این آزمون شد. حسابش رو بکنین، زیر دست این وزیر تعدادی دستیار پزشک می‌شدند که صلاحیت علمی این کار رو نداشتند. ببینین جون ملت دست چه کسایی افتاده و میافته. مرثیه وحید دستچردی در 7 آبان 1391 برکنار شد. البته زمزمه های برکناریش از همون ابتدای وزیر شدنش وجود داشت و از چند هفته قبل هم خبرهای بیشتری حول و حوش برکناری احتمالی دستچردی مطرح شد. مثلا روزنامه حکومتی ایران مقاله هایی علیه اون نوشت، مبنی بر اینکه در برابر برکناری باقر لاریجانی، برادر علی لاریجانی رئیس مجلس نظام، قائم مقام وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران مقاومت کرده. درگیری هایی هم در رابطه با اختصاص ندادن ارز با احمدی نژاد پیش اومده بود که با تکذیب احمدی نژاد روبرو شد و نهایتاً در 7 دی ماه مرثیه وحید دستچردی، تنها وزیر زن در تاریخ نظام ولایت، به دستور محمود احمدی نژاد عزل شد. این در حالی بود که 1 هفته پیش از این عزل، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد گفته بود تا احمدی نژاد هست
وحید دستچردی هم هست. خوبه این برکناری رو از زبان خودش هم بشنویم. از ازلم خب من هر روز تقریبا حدس می‌زدم که این روز منتظر بود. بله، چون از سه ماه قبل از اینکه بالاخره ازل بشم منتظر بودم. منتها دیگه هفته آخر خیلی اوضاع تند بود دیگه. به مسئول دفترم سفارش کرده بودم که سایت دولت رو چک بکنه، پیام رو چک بکنه، ببینه که چون اینها به ما که تماس نمی‌گرفتن تماس خبر بدن. گفتم شما اونجا سیستم پیام رو چک بکن تا دیدی که چیزی آمد به من فقط خبر بده، چون این وقت وسط جلسه ای بود، چیزی بود قبل از اینکه اون جلسه افراد با خبر بشن خودم زودتر خبر رو شما نمیدادن؟ اصلا مرسوم نبود؟ نه، این بود که وقتی به من خبر دادن 2 بعد از ظهر 2:10 بود، سیستم پیامم یه مدت قطع شده بود. بعد اون خانم منشی که بیرون بود آمد به من یاد داشتی داد که الان چیز شده دیگه. ما هم بلند شدیم 2:10 تا جمع کردیم وسایلمون رو 2:35 از وزارتخونه رفتیم بیرون. اینم داستان عزل تنها وزیر زن در 40 سال حکومت آخوندی. بگذاریم. در دوره احمدی نژاد درآمد نفتی به حد اعلای خودش رسید و رژیم آنچنان در پول غوطه می‌خورد که هیچ خدایی رو بنده نبود. حتی احمدی نژاد در برابر قطعنامه‌ها میگفت اونقدر قطعنامه بدین که قطعنامه دونتون پاره بشه. اما در عین حال یه چیزی رو هم علن می‌کردن، اینکه تحریم‌ها جلوی ورود دارو به ایران رو گرفته، چیزی که شبهات زیادی رو در اذهان عمومی ایجاد کرد که گویا دارو رو تحریم کردن. اما ببینین پشت داستان چی بوده. شهریور سال 91 که شد ظرف 6 ماه 41 میلیون دلار در مقابل 2.5 میلیارد دلار مورد نیاز فقط برای دارو به وزارت بهداشت داده بودن. یه مقداری پولها رو هم داده بودن برای لوازم آرایشی و غیره، که دیگه در اون زمان واقعا خون من به جوش آمد و بعد هم به این نتیجه رسیدم جز اینی که ما این رو علنی بکنیم بس هیچ راه دیگری نمیتونیم تأمین ارز دارو رو بکنیم. چون هرچی که میگفتیم در جلسات غیر علنی یه تذکر میدادن آقای مثلا رئیس بانک فلان ارز به اینها بدید در همین حدود، گفتیم این ارز رو نمیدن، ارز داره میره برای لوازم آرایش، ارز داره میره برای پرشه. اولویت بندی هایی که در وزارتخانه اصطلاح صنعت و معدن و تجارت میشد، وقتی که همینطور نگاه میکردیم بیدید این دستگاه های تجهیزات پزشکی ما اولویتش مثلا اولویت 8ومه، بعد خوراک سگ و نمیدونم دسته ویل و زین اسب و غیره، اینا اولویت های 4 و 5 و غیره است. شوخی شوخی اونم با جون مردم، شوخی با جون بیماران صعب العلاج، بیماران سرطانی، کلیوی، قلبی و بسیاری بیماران دیگه که وابسته به داروها و تجهیزات وارداتی هستند. اونا باید بمیرن تا این وزیر به خودش بیاد و تعارفات برای حفظ منصب وزارت رو کنار بذاره و یک کاری بکنه. ببینین چه تعداد انسان به خاطر این اهمال کاری رنج مضاعف دیدن یا جون خودشون رو از دست دادن. در هر صورت بعد از کشمکش ها مرضیه وحید دستچردی از وزارت عزل شد. بعد از اون در بیمارستان آرش مشغول به کار شد تا اینکه در تاریخ 16 فروردین 94 با حکم شخص خامنه‌ای عضو هیئت امنای کمیته امداد خمینی دجال شد. خب البته اسمش امداده، توش بخور بخوریه که اون سرش ناپیدا. اندیشه های ارتجایی مرضیه دستچردی به حدیه که یکی از مطرح کنندگان طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستان هست. یعنی اگر یه مردی مریض بشه باید بره بیمارستان مردان و اگر یه خانمی مریض بشه باید بره بیمارستان بانوان. خب چه میشه کرد؟ ارتجاع یعنی همین دیگه. بله دوستان، حتی زنانی که در دستگاه آخوندی به مقام و منصبی میرسن در راستای ضایع کردن حقوق زنان گام برمیدارن. اونها به هیچ وجه برای راهگشایی و سوراخ کردن دستگاه ارتجاع نیومدن. اونها گوشه ای از کرباس چرکین ولایت هستن و به این شیوه میخوان عمر نظام رو افزایش بدن. در نتیجه باید گفت که همه اونها سر و ته یک کرباسن، کرباس چروکیده و چرکین ولایت فقیه. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.